فعالیت در شکل زیر اگر در لایه B فسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه دی فسیل هایی با سن 200 میلیون سال وجود داشته باشد سن تقریبی لایه های C و E چقدر است خب بچه‌ها پس داره میگه که لایه B 250 میلیون سال سن داشته باشه و لایه D 200 میلیون سال سن داشته باشه سن تقریبی لایه های C و لایه ای چقدر است خب بچه ها اگر که بخوام یه تخمین بزنیم گفتیم که لایه های بالایی جوان دیگه پس مربوط به 200 میلیون سال قبل جوان تر تا 250 میلیون سال قبل بنابراین اگر یه میانگین بین 200 و 250 بگیریم حدودا اینجا میشه 225 سال و اگر که بخوایم به همین منوال 25 تا 25 تا اضافه کنیم تقریبا 175 میلیون سال قبل هم میشه لایه ای خب سن رگه آزرین افرا با سایر لایه ها مقایسه کنید بچه فرض کنید که یه شکستگی به وجود اومده بین این لایه و بعد مواد مذاب از بین این لایه ها بالا اومدن آتش پشان شده و لایه اف به وجود اومده پس لایه اف از همه این لایه ها چی هست بچه ها؟ جوانتر هست